افغانستان هر چی بگی سخت، کار نیست، بدون امنیت است، دولت نیست که کسی را ببینه چیکار چیت شده چیت نشد. اونجا برید دتار بکشی، کسی نیست بپرسه چیکار کردی چیکار نکرد. همیشه اون چیز آدم های غریب همیشه زیر پای اونجا. اگه ثروت داشت و قدرت داشت یه چیزی هست، اگر نه دیگه چی. کارگر که بدبخت مجبور فرار کنه بیاد بریم ایران، کجا و کجا هر کشور میتونم، خاطر مجبورش. پدرم کار میکرد، خودم کار نمیکردم، باز منم برخستم آمدن ایران. دیگه بی پولی بود و چیز بود، دیگه مشکل داشتیم بیامدن ایران. دیگه 7 نفر خانواده بودیم. با من خیلی بود، هر دوتاتون درستون رو بخونیم، من کار میکنم تا بتونم. دیگه الان با من هم پیر شده، ما دوتا دیگه درس رو بل کرده خودمون اومدیم ما به ایران. اومدیم کار. دیگه کار نبود افغانستان، مثلا یکم علاقه خودمون گفتیم برای ایران سکنیدی شد جا. من 27 سال. من 13، دادشم 15. من 17 سالم. من 17 سالم. 17 سال. شما؟ من 12 سال. 11. 12. 12. شما؟ من 15. 15. دادشم 3 سال میشه، من 2 سال. 9 کلاس. من 3 کلاس، دادشم 4 کلاس. با چاقی میاییم دیگه. آره با ما میرن جاشون صحبت میکنیم، 20-30 نفر جمع میشیم، از اونجا حرکت میکنیم تا راه میاییم دیگه به ایران. 1.5 میلیون میدیم، بعضاش 1.5 میلیون میگیره، بعضاش 2 میلیون میگیره. حالا که تو من ارزون شده شاید 2.5 میلیون بگیره از ما. تا نمیان تهران 2 میلیونشو نمیدی. با ماشین اومدیم، پیاده اومدیم، پیاده میامدیم. بعض وقتا ماشین ما رو سوار میکرد، تو این توتا و چیزا سوار میکرد ما، لیسانا. تو پجا 20 تا، تو لیسان 30 تا، تو توتا 40 تا. جفت میشینیم تو صندوق غذا، عقب میشینیم تو جاپایی ها میشینیم، ساکامون دود مد. اصلا خیلی جای ترس و ناکه وشد ناکه. آره یکی از بچه همون زفت کرد، اون رو کنار ما پیاده کرد، دوباره پلیس ها گرفتنش رو ادم ارزش کردن. تو پیجو 10 تا 9 تا 8 تا، تو صندلی 4 تا عقب، 3 تا پایین، 2 تا جلو، 9 تا. 7 روز، 8 روز، 10 روز، کمتر، بیشتر. پاکستان میریم، طرف پاکستان اون برا. یعنی موزا میاره، سر مرز میاره. سر مرز که میاره ما رو پیاده میکنه داخل خاک ایرانی. داخل خاک ایرانی مثلا چند تا قاچاقبر ماشین شخصی داره، از این ماشین سواری ها میاد دنبال ما رو سوار میکنه، میاره توی مثلا تیبات اینا اون بری طرف زاوی زابل زایلان. یعنی دست به دست میایم تهران. مسیرش مثلا اگه خلوت باشه، زیادی است بازرسی نداشته باشه 3 روز 4 روز، زیاد شلوغ باشه 10 روز 20 روز 15 روز، یا ما مثل نمشری خود میکنن تو را دکو بفتیم، یا به تیر بزنن، یا ما یا اینجا تو ماشین کنن تصادف کنن، برای با سرعت میرسه از 50 سرعت پر میکنه توی تون میره، یه موقع تصادف بشه ما کشته بشه. برای تصادف هم میشه، هر کاری میشه تو این را، خطرناکه دیگه، تیر میخوره. از مردم شنیدین که تیر خورده، ایست کرده ماشین و این استاده بعد زده بهش تیر خورده. گشت میفته دنبال ما، تیر اندازی میشه، ماشین چپ میکنه، سنا کشته میشه آدم، سنا زخمی تیری میشه. آره بعضی من گم میشن، بعضی ها میگیرن رد مرز میکنن کلانتری، خفه میشن میمیره توشنگی یا گرسنگی. تو را که می آمدم یه جنازه را دیدم، لا سنگا کشت گم مرده بودی تو. خیلی زورم نه، چرا ما همیشه تو این را میریم، شاید یکی ما باشیم بعدا. فکر میکنی شاید برای خودت پیش بیاد؟ برای خودم پیش بیاد میشه دیگه، میشه. این را خطر بود. اونا کسایی که قاچاقی می آیه یا رو عقش نمیده، صد مشکلات هایی داره، اونا داره، ما نداریم شکل خدا، ما همه چیش مدارک داریم، مرتبه کار کسایی که قانونی باشه کارش خیلی عریه راست. حساب دولت و حساب دکتر و هر جا که میری مدرک داشته باشی خیلی خوب، حدیثه کنی، واقع کنی، هرچی کنی مدرک داشته باشی خیلی خوب. سری اول میای تو ایران خیلی حس خوبی داری. آره از خنده دهن آدم بسته نمیشه، خوشحال این چون از اینقدر زحمت دوباره بیان تو ایران خیلی خوبه. باز دیگه رو به سختی میره، رو به مشکلات میره، باز دیگه همینجوری. دایی من اینجا بود، از من بزرگتر اینجا بوده، با اینا رفتن گشتم، بعد فهمیدم غلط شدم، چه اونا به این میاد. با
باز پسرمون بلد بود مرا آورد، سه روز چهار روز خدم خده ای کار میکردم. با بعد از سه چهار روز که بلد شدم با سیوا شدم. از ساعت سه بعد از ظهر تا دوازده شب است. الان ساعت دوازده بین صبح ساعت هشت پا میشه اینا رو سیوا میکنیم. با قبر یه جا پلاستیک یه جا خوشم با کسی به یه جا هم رو سیوا میکنیم. نمیرسیم. ما تا ساعت دوازده که سیوا کنم با نهار که میخونه ساعت سه مرکت میکنیم میان بارا. میام اینجا که میام بازی جمع میکنم. بیکار نمیشه. من هر هفته یه دفعه بیکار میشه. یه روز نمیام سر کنم. دست اون رو شیشه میزد. روز 300 کیلو. هر کفتی 20 کیلو 15 کیلو. از ما کیلو 300 میخرن 400 میخرن. الان رد میشه و بغلشون میگه بو میدی. خودشون هم پولو گرفتن دو سه تا بودن جیبام و همه خالی کردن منم زدم. پول گوشی همه چیز رو برداشتن و بردن. اینکه درست هم میشه این کار نیست اینجوری. بعد مجبورین سخت چیکار کنم؟ مجبور هر جور سخت باشه بعدم مجبورم کار کنم. اولا سخت بود. اولا سخت. چه جوری سخت؟ هیچ اذیت میکردم. زیاد خجالت میکشن تو ساعت لاش خل نگاه میکردن روز اول. آره برام میگه این کار نکنه. یه همه کسیفی هم مریض میشه. من میگه ما مجبور این کار بکنیم. خانوادتون بچه اینجا نیستن یا هستن؟ نیستن. افغانستان. وقتی دلتون تنگ میشه چی کار میکنید؟ زنگ میزنیم بهش. تنگم بشه یا دست ما چیزی بر نمیاد. باید این کار بکنیم. ما یه جنگی رو با گوشی این به اونا بریم که از ما راضی باشه. هرچی کار کنیم میفرستیم بگو. چی دیگه مجبورین طاقت بیاریم. خیلی دست ما یه کار بشه یه زنگ میزنیم باش صحبت میکنیم دیگه چی. فقط مجبوریم هم اینجا باشه. من روز اول مادر اینقدر شوق داشتم با این کار. الان پشیمونم مجبورم کار. الان پشیمونم. آره. بقیه نمیدونم. یه دختر دارم سه ماهشه. سه ماهشه دختر ماهش. تو دیدی؟ نه ندیدم. تا الان ندیدی؟ آرزوم اینه که مشکل ما رفع شه، از این کار و کاسبی اینطوری نباشیم دیگه، نتونیم بیان قچاقی پاسپورت داشته باشیم، راحت بریم راحت بیاییم. فعلا که آرزو ندارم، فقط بریم. چیکار کنیم بعدم این پیش خانواده هم؟ دلم میخواد زندگی خوب باشه، همه خوب باشن، مثل کشورهای دیگه کشور ما نباد باشه، توش کار باشه، جنگ نباشه. این مردم میبینی کشورهای دیگه را میبینی همه خوب کار میکنی، نی جنگی، نی دوایی، نی چیز. من دلما میخوام اینجوری بشه که نمیشه چیکار کنم. چند سال بودن، 40 سال افغانستان هم اینجوری بد ده. بکش بکش، طالب، دایش، دولت، فقط ملت زیر پای. و مفهوم زیستن در مردگی های تحمیل شده، در همنشینی طلای کثیف، برای کودکان کودکی ناکرده، برای گرسنه نماندن، برای کودکانی که وحشت و ویرانی و جنگ را هماره به دوش می کشند، برای جسم های ظریف شکننده در زیر کتفی ها که دو پای کوچک از آن بیرون زده است، در همنشینی طلای کثیف، در کودکی های به یغما رفته.